لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خو ان شاء الله تعالی این مسئله را ختم میکنیم، مگرم یک چیز دیگه هم برای ازی میخواستم بگویم که یا میگن بعض مردم میگن ما میخواهیم که اتحاد داشته باشیم، از او خاطر ما میگیم که گپ از این ستاره شناسا را میکنیم که دینی روز به ما میگه و کل ما دی اتفاق میکنیم. و پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفته لا یجمع امتی على الضلاله، امت ما هیچ وقت هم نظر نمی باشن سر گمرایی. و اگر آدم فکر کنه اتحاد سر یک چیز باطل، آیا امید به می امر شدیم؟ آلا کفار در یک مسئله اتحاد کنن، آیا امی چیز ما به دین ما تشویق شدیم به می کار؟ سر یک چیز باطل ما اتحاد کنیم؟ اگر یک در یک جای کلگی یک گپ بزنه و او به خلاف شریعت باشه و یک نفر در اوقات گپ حق بزنه، او آدم که گپ حق میزنه او اتحاد آورده و این نفرهای دیگه تفرقه آوردن. بخاطر اکثر امت درای اهل الحق هستن، اهلت اکثر امت محمدی علیه الصلاة والسلام از وقت زمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا آخر زمان اکثریت درای حق هستن. اگرچه که مسلمان ها در آخر زمان بسیار از پیشون گناه سر میزنه، مگم از نگاه عقیده و از نگاه عقیده ای امت نگاه شده و اکثریتشون درای اهل الحق هستن که او کیست؟ او اهل سنت و الجماعه. و پیغمبر علیه الصلاة والسلام فقط که برش به وحی آمده بود که ایگه پا زد که مردم بفهمه که یک روز در آینده مردم میاین که ایگه پا قبول نمی کنن. و مردم وقت روشنی آورد به مردم که بفهمن که این تفرقه بینشان حل شوه. گفت علیه الصلاة والسلام نحن امت امی، امی یعنی کسی که نشتن و خواندن یاد نگرفته، ما امت امی استیم. اکثر از این امت ببینین که در بعض جایی که نشته کردن و خواندن یاد نگرفتن. نحن امت امی لا نکتب ولا نحسب، در این مسئله شروع ما آخر ما حساب و نشته کردن ما نمیبینیم، زیر نظر گرفتن نمیگیریم. لا نکتب ولا نحسب الشهر هكذا او هكذا، الشهر هكذا و هكذا، ماها یا 29 روز است یا 30 روز. یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفته دم این مسئله شروع ماها، شروع رمضان و آخر رمضان، شما سون ستاره شناسی و کسایی که ریاضی چی میکنن سون از اون زر نظر نکنین. الشهر یا ما 29 روز است یا 30 روز. و گفت که به ماتا و سون ماتا ببینین و به اون طریق شما مایتان میفهمین. و انشاءالله تعالی آل رسیدیم در ارکان روزه. خدا عز و جل ارکان روزه رو بسیار آسان ساخته و عبادت بسیار عظیم است و ارکانش تنها دوست. اولی رکن اولی است که نیت داشته باشین. بعد از مغرب که داخل شد که شب دوشنبه و شب دوشنبه که سبب ما دوشنبه است، به این شب بعد از اینکه هفته و نشست به قلبتون نیت میکنین و به زبان میتونین بگوین، مگرم اصل محبت نیت قلب است. به نیتتون میگین که مثلا نیت میکنین که من سبا روزه فرضی از ماه مبارک رمضان از سبا میگیرم و لله تعالی خاص برای خدا. و همتون هر شب نیت میکنین به سباش بین مغرب و پیش از دخول نماز صبح این نیت در قلبتون باید بگرده. و اگه کسی مثلا نیت میکنه که سبا میخیزم به سحور که سبا روزه بگیرم، اینا می کفایت میکنه. مگرم استحضار نیت بسیار مهم است. کوشش کنین در نیتتان حتی به زبانتان بگوین که نیت من نیت کردم مثلا که سبا روزه فرضی خدا میگیرم، روزه فرضی از روزای مبارک ماه مبارک رمضان و لله تعالی خاص برای خدا عز و جل. و رکن دیگهش ایست که جلوگیری از نان او و هر چیزی که در داخل میشه در بدن، از دان، از دان بینی و گوش و در طرف میده، از اینجا مثلا کس پیچکاری کنه در حلق خود نان تیر کنه در شکمش برسه، روزش باطل میشه. اگر از توسط نان حتی سیگرت کش کنه
دود حجم داره و ایره که کش میکنه یک چیز را داخل میکنه در جوف خود روزش باطل میکنه. و همچنان از مخرج اگر مثلا قبض میباشه و ایماله میکنه روزش باطل میشه. و جماع امرای خانم و غیر از خانم روزه را به اردو به مرد و زن باطل میکنه. ده بین از وقتی که صبح داخل میشه تا وقتی که افطار میشینه و بعد از افطار نشست میتونه که زنشوی پیش شون مثل که در سوره بقره خدا عزوجل فرموده. دو رکن داره و بسیار مسئله آسان است. وظیفه فهمیده میشه کسی که پیچکاری بگیره در دست خود روزه را باطل نمیکنه، به خاطر که این مخرج و جای داخل نیست از دان، بینی، گوش و از اینجا گفتم یادم پیچکاری در میده روزه را مشکنانه، مگر پیچکاری در دست روزه را نمشکنانه و همچنان از مخرج اگر چیز را داخل کنه روزه را مشکنانه. و این مسئله دو رکن داره. و ماه مبارک رمضان، ماه پیشتر گفتم ماه رحمت است، ماه مبارک است، ماه مغفرت است، ماه خو نیست که کل شب آدم، کل روز آدم خو کنه. ماه تنبلی نیست که بیال بیال در آدم در جای بفته هیچ کار خیر نکنه. و ماه است که آدم غضب خود مکم بگیره، قائم بگیره، آدم قار نشه. و اگه کسی حتی دو میزنه چی میگه؟ چی به جوابش میگین؟ من روزه دارم، من روزه دارم، مثل که پیغمبر علیه السلام ما را امر کرده. ایتو مثل از او واره بعض مردم واره نیست که کلگی باید چپ باشه که فلانه روزه داره، اگه نه کلگی را لط میکنه. به این رقم روزه ماه صبر است، ماه که غالب میشه آدم سر نفس خود. شیاطین بزرگ، شیاطین کلان در زنجیرها بسته استن در ایما. ابواب جنت واز است و ابواب دوزخ بسته است. ماه رحمت است و کوشش کنین که ای مسلمان ها در این ماه استفاده کنین، برین لباس خوبتان بکشین و برین به فقرا. ماهی است که به زیارت فقرا است، ماهی سله رحم است، برین به فامیلتان، به فامیلهایتان ارتباط بگیرین. عائشه رضی الله عنها و عبدالله ابن عباس در این ماه مردم یاد میدادن، علم دین نشر میکردن. در این ماه عائشه رضی الله عنها انواع نان پخته نمیکرد. پیغمبر علیه السلام بعض وقتا یک ماه یا دو ماه نان پخته نمیشد، یعنی نان خام میخورد مثل خرما امرای او یا شیر علیه السلام. اتونیست که هر رقم انواع، اگر انواع نان پخته میکنین به فقرا، اگر خودتان میخورین امرای فقرا و مساکین بخورین، دعوت کنین فقرا و مساکین. خدا عز و جل گفته و تزودوا فان خير الزاد التقوى. تزود بکنین، بهترین زاد یک چیز را که آدم به سفر خود میبره. این دنیا مثل یک سفر است. به سفرتان به این از این دنیا به اون دنیا چی میبرین؟ خدا عز و جل گفته بهترین چیزی که میبرین به اون دنیا، در این سفرتان از این دنیا به اون دنیا، او تقوا است. تقوا یعنی ترس داشتن از خدا. چی معنی ترس داشتن از خدا؟ تنهایی به زبان نیست که کسی بگه من ترس دارم به خدا و صد فجایی میکنم. ترس داشتن از خدا یعنی ادای واجبات و اجتناب محرمات. اینی تقواست. هر وقت که از خود دیدین که شما تانستین جلوگیری از گناه ها و ادا کردین فرایز اوامر خدا، بفهمین که خدا عز و جل بسیار یک نعمت بزرگ داده. و از بهترین از این، مهمتر از این کده او نشر اول عقیده درست آدم در قلب خود داشته باشه و نشر از او. پیغمبر علیه السلام به ابذر گفت یا ابذر، اگه تو بری یک آیت یاد بگیری بهتر است از صد رکات نفل کرده. فکر کن یک آیت چقدر وقت میگیره آدم یاد گرفته. مثلا یک آیت قل هو الله احد، شما قرائت از زیره، معنای زیره به بسیار یک وقت کم قرائتش و معنایش یاد میتونین بگیرین. قل هو الله احد یک آیت است. یاد گرفتن از این
از 100 رکات نفل که به درستی خوانده میشه ثوابش زیادتر است. چقدر ثواب است؟ بعد از اون هنوز خلاص نشده. گفت ای ابو ذر، اگر تو میری یک باب علم یاد میگیری از 1000 رکات نفل کده بهتر است. یک باب مثل یک سوره را، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر زیر قرائتش یاد میگیرین یا مانایش یاد میگیرین، از 1000 رکات نفل کده بهتر است. چقدر وقت 1000 رکات نفل میگیره؟ اگر شما حساب کنین نماز تراویح که 20 رکات میخوانین در هر شب جمع کنین، کل ازی 1000 رکات نمیشه. مگرم به یک آموختن یک سوره از 1000 رکات نفل کده زیادتر از ثوابش. و در دیگه حدیث پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرمایه اگر شما برین یک کسی که میبرایه از خانه خود که یا علم بیاموزه یا علم یاد بده به یک کسی، مثل که یک حج و عمره تام بکنه، مکمل حج عمره مکمل برش ثواب میگیره. یک حج و عمره مکمل چقدر وقت، چقدر جهد، چقدر مصرف باید بکنین که شما یک حج برین یک عمره بکنین؟ چقدر از خود شما برین امرای ازدحام و سر خلاف نفستان کار کنین که او ثواب شما کموی کنین؟ مگرم شما یک کسی که میره به یک درس از خانه خود خارج میشه، میره تا مسجد یا یک جای دیگه که در اونجا یک شیخ گپ میزنه و از او یاد میگیره، به یک درس یا خود از او شیخ میره که یک کسی را درس بده، مثل که یک حج یا یک عمره نفل، نه حج فرضی یا عمره فرضی رو نمیگیم، حج عمره نفل به اون قدر ثواب میگیره. فلهازا اینا رو شما فکر کنین که اگر یک کس میره یک درس بر عقیده میته، در این وقت زمان مصف نفرای است که امرای کفار یا امرای هندوا زندگی میکنن، یا امرای یهود، یا امرای نصارا، یا امرای ملحدا، کامونیستا زندگی میکنن، ملحد که میگن خدا وجود نداره، یا بعضشان عقیدای ازوار استاستا بعضشان گرفتن و اتو نفر شده که من خودم شخصا یک زن مسلمان به ما، یک زن که مسلمان بود به ما گفت که ما کل ما اولاد خداستیم، به خاطر که هیچ از علم دین دور بود و فکر میکرد که کل ما اولاد خداستیم. به اتو نفرها که شما یاد بتین که ما اولاد خدا نیستیم، ما مخلوق خداستیم. یا یک کس دیگر من دیدم که سنش بسیار بلند بود، افغان بود، از 50-60 ساله و بسیار کتابم میخوانه و بردم گپم میزنه، به من گفت که من خداستم، تو خداستی و همه چیز خداست. یعنی که میگه تو الله استی، من الله هستم و همه چیز الله هست. یعنی حیوانات، نجاسات، زمین، آسمان، کل چیز الله هست. اتو گفت به نام تصوف خدا میخواست که گپ بزنه. برش گفتم که خدا عز و جل فرموده قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد، خدا عز و جل نه اولاد داره، نه پدر داره، نه او پدر کس است، نه اولاد کس است، به هیچ چیز ضرورت نداره، خدا واحد است و همراه به هیچ چیز شباهت نداره. ای علم عقیده را شما اگر نشر کنین و مردم بگوین که خدا شباهت نداره به مخلوقات، ای از اهمیت الامور است، مهمترین چیز است، به خاطر که مردم، بعض مردم مفلس است، مفلس است از این علم. و اگر شما برین به مردم بگوین که خدا شباهت نداره به مخلوق، اگه هیچ چیز دیگر را نمیفهمین میره میفهمین، برین نشر کنین این میره. و اگه سوال دیگه کرد بگوین نمیفهمم، پرسان میکنم، مگرم خدا شباهت نداره به مخلوقش. ای از مهمترین چیزاست. بازم پیغمبر علیه السلام ما را امر کرده که در این ماه مبارک شما صله رحم نگاه کنین و شما هیچ وقت به خوبی رسیدن نمیتونین تا که از چیزی که دوست دارین بتین به مردم. از چیزی که دوست دارین اتو نکنین که نانتان رو نگاه کنین تا که نان نزدیک خرابی شد باز رو برین به یک فقیر و مسکین بتین. نه، نانه که هنوز هیچ نخوردین یا یک ایسیشه یا کلشه برین به فقرا و مساکین بتین. از کالای خوبشتان، چی زن باشین چی مرد، زن اتو نگویه که شوهر میکنه فلحاظا کفایت کرد، نه، از خود بتین. زنای مسلمان برین از خود، از پیسه خود، از زیورات خود، از کالای خود برین به فقیر و مسکین برین بتین.
و همچنان مردا. در این وقت است، در این ماه مبارک است که او فقیرا و مساکین که نان خوردن ندارن، برازوا آدم در وقت میربانی است، به امسایتان برین علم دین یاد بتین که از نان او کده مهمتر است. باز بعد از او نان هوام بتین، کالا بتین. در این وقت ماه مبارک است، ما خود نصیحت میکنم و همه گیره که در این ماه میربانی پیغمبر علیه السلام زیاد میشد و صحابه گفت که ما مثل محمد واره هیچ کس میربان ندیده بودیم. ندیدیم هیچ کس مثل از او واره میربان. و با شمول از این در روز ماه مبارک رمضان میدیدین که عبادتش و جهدش و میربانیش زیاد میشد. و در اعتکاف میکرد روز آخر رمضان در اعتکاف میکرد در مسجد. اعتکاف کنین در مسجدها. مایسته که مایتان در خیر تیر کنین. روزتان در عبادت تیر میشه. و گناه ها را جلوگیری کنین. روزتان در عبادت هستین. روز هستین. در روز روز هستین. و در شب و تراویح نماز میخونین. نماز فرضتان اول میخونین. باز بعد از او نماز تراویح که سنت است. او را میخونین. شب و روزتان در عبادت تیر میشه. و از او خاطر خدا عزوجل وعده کرده کسی که ایره به درستی بگیره در اولش برش رحمت است، در وسطش مغفرت است و در آخرش نجات است از عذاب جهنم. و تشویق کنین مردم، حتی اگه کسی که نماز نمیخونه او رو نگوین شما که او روزه خیر روزه نگی. نه، تشویقش کنین که تو روزه میگیری نمازتان بخون. مگه مو رو نگوین که تو خو روزه تو خو نماز نمیخونی روزه رو نگی. او یک کار خیر میکنه، شما را منحرف نسازین از او کار خیر. برش بگوین که الحمدلله تو روزه را میگیری، ای برادر یا ای خواهر، امی تو که کاش کمی نمازم بخونی در این ماه. و ببینین که چون این ماه هدایت میکنه خدا عزوجل مردم ها را در این ماه، ببینین که در این ماه مردم ها و در وقت در دیگه وقت اگر کارهایی که دیگر نمیکردن از خیر در این ماه میکنن. ای از جمله عجایب ماه مبارک رمضان است. و بفهمین که حتی اگر فقیر باشین نگوین که ما چی دارم. مثل که صحابه پرسان کرد یا رسول الله، اگر ما نداریم، بعض ما ندارم مال که یک کس را دعوت کنه با که روزه خود افتخار کنه، افطار کنه. پیغمبر علیه السلام گفت که حتی یک ایسه خرما، یک جز خرما را بتین یا یک شب او یا یک شب شیر بتین، امو ثواب کمایی میکنین. و بفهمین که پیغمبر علیه السلام گفته سبق درهمون مئت درهمن. یک درهم دادن خاص برای خدا پیش کرد از نگاه ثواب مئت الف درهم، 100,000 درهمه. چطور؟ یک فقیری که یک درهم داره، هیچ چیز دیگه نداره، اگه او میته خاص برای خدا امو یک درهمه، از 100,000 درهم که یک بیلیونر میته، بر از او یک میلیون دلار برش هیچ تاثیر نمیکنه، او بیلیونر است، ثواب از او زیادتر است. اگه شما دو دانه نان خشک دارین و یکی شر شما میرین به یک فقیر میتین و خودتان هم فقیر هستین، یکی نان خشک به یک فقیر دیگه میتین، یعنی نصف مالتان رو دادین و ثواب از این بسیار بزرگ است. هیچ وقت فکر نکنین که من یک دلار دارم یا یک روپه دارم، من چطور ایره بتومی، بسیار یک چیز کم است. خدا عزوجل به اخلاص از او برکت میته. و خود پیغمبر علیه السلام گفته سبق درهمون مئت الف درهم، یک درهم پیش کرد 100,000 درهمه. یک درهم به خاص برای خدا به اخلاص داده شوه، پیش میکنه 100,000 درهمه که به اخلاص داده نشه. و از او خاطری را دادگه براجی از این پیغمبر دادگه حدیث علیه السلام فرموده که خیر صدقت جهد المقل، بهترین صدقه است اوست که مثل که پیشتر گفتم یک کسی که یک دو دانه نان خوش داره و یکی زور میگیره خاص برای خدا میته. جهد المقل، اگرچه هیچ چیز نداره مگر هم جهد خدا مندازه و میته خاص برای خدا، ای بسیار ثواب عظیم داره. دیگه یک چیز دوگام میخواستیم که برتون مردم تحذیر کنین، یعنی مردم بگوین که های مردم این کار غلط است، یک فتوه ابلیسی، یک فتوه شیطانی مردم نشر کردن
که میگن در ماه محرم یا ماه صفر یا بعض وقتا در ماه مبارک رمضان و یا میگن در بین دو عید آدم عقد نکاح نمیتونه. و از این فتوه شیطانی شما مردم بگوین که کار غلط است. علما هم نظر هستن که نکاح در هر ماه میتونین غیر از کسی که محرم باشه. در وقتی که در وقت حج کسی که نیت احرام میکنه اونو نمیتونه که نکاح کرده. غیر از او نکاح کردن حتی در ماه مبارک رمضان بعد از عید در بین عید کلش چیز غیر از کسی که حاجی میباشه در وقت در حال احرام خود اونو نکاح نمیتونه. در وقت رمضان میتونه نکاح کنه، یک صرف پیش شدن میتونه امرای زن خود تا که مغرب شوه، مگر نکاح کردن جایز است. و ای در چار امام ابو حنیفه و شافعی و احمد و امام و مالک و کل علمای مجتهدین غیر از او هم نظر هستند که نکاح آدم میتونه در بین دو عید، آدم میتونه در ماه مبارک رمضان یا ماه محرم یا ماه صفر، کل از این آدم جایز است. و کسی که چیزی که حلال باشه او را حرام بگه یا حرام حلال بگه به تکذیب شریعت کرد. از او خاطر متوجه باشین. کسایی که درس نشونیدن برین به مردم دیگه بگوین که بعض مردم میگن که نکاح بین دو عید اجازه نیست یا دمویگن دمای مبارک رمضان نکاح اجازه نیست، این کلام به خلاف شریعت است، به کلام به خلاف گفتار امر پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امر علمای اسلام است که در چار علمای اسلام هم نظر هستند که ما میتونیم که نکاح کردن غیر از کسی که محرم باشه و کسی که در حال احرام بباشه نه پیش میشه امرای زن خود. اگر نکاح وقت کده بود امرای زن خود نمیتونه پیش شوه اگر زنش امرایش در حج رفته باشه و همچنان نکاح نمیتونه. این حرام است در بستر محرم. سر غیر محرم میتونه نکاح کرده در این ماها مثل که پیشتر ذکر کردم. و از جمله اذکار گفته بودم که سوره آیت الکرسی بعد از هر نماز و صبح و شام بخونین و هر وقت که در قلبتان ترس میاد آیت الکرسی بخونین. و سه سوره آخر سوره الاخلاص قل هو الله احد و سوره الفلق و قل اعوذ برب الفلق و سوره الناس که قل اعوذ برب الناس است، این سه سوره را صبح و شام به خود بخونین و به فامیلتان چف کنین. خدا از بسیار شر نگاهتان میکنه. و همچنان ذکر دیگه رضیت بالله رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا، ای را صبح و شام بخونین که کسی که ای را صبح و شام میخونه و دوام میکنه به این ذکر، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموده که در روز آخرت از دستش میگیرم در جنت میبرمش. و دیگه ذکر براجی از این اذکار است که بگوین کسی که میگه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، این ذکر که سه بار در صبح میگه و سه بار در شب و این آیت قرآن هم است، این کسی که سه بار صبح و سه بار در شام میگه لا يضره شيء، هیچ چیز برش ضرر نمیرسانه باذن الله عز وجل. این سه بار بگوین بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ای را به صبح سه بار بگوین و به شام سه بار بگوین و ان شاء الله تعالی از شر برتون ضرر نمیرسانه در او روز یا در او شب که کس ذاکر از این ذکر ان شاء الله تعالی. دیگه بازم ماه مبارک برتون دوشنبه روز اول رمضان است و مبارک میگم برتون. و برنامه ایمان العلم نور در روز پنجشنبه فعلا ساعت 5 بجه که ایستر د وسترن استاندارد تایم است، پاسیفیک استاندارد تایم است، د ای پخش میشه و در افغانستان بازم پخش میشه در روز دوشنبه در ساعت 5 بجه فعلا و شاید 5:30 باشه در آینده ان شاء الله تعالی. بازم به زیر برتون اعلان میکنم. و دوستایتون کسایی که این درس‌ها رو شنیدین نشر کنین، به امر پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفته بلغ عنی ولو آیه، از ما بلاغت کنین چی که یک آیت باشه. و این مسائل عقیده بعض مردم ازش مفلس هستن، برین به مردم نشر کنین. و این از صدقه که طعام
نان میتین و کالا میتین و او میتین به فقرا، این مهمتر است و اهمیتش زیادتر است. تشویق میکنم شما را و تشویق میکنم به ایمیل، بعضتان ایمیل کردین و نظریاتتان خواندم و بسیار زیاد تشکر. و ایمیل کنین اگر کدام سوال داشتین یا نظریات داشتین یا کدام موضوع رو میخواستین که براجش گپ زده شوه، انشاءالله تعالی به ما بگوین و انشاءالله تعالی اگر خواست خدا بود امرایتان گپ میزنیم. بازم انشاءالله تا هفته آینده بیننده عزیز شما رو به خدا میسپرم. السلام علیکم و رحمت الله. بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم